خوش اومدید به کانال خودتون. امروز در مورد اسیتوزولامید صحبت میکنم و اطلاعاتی رو در مورد این دارو باهاتون به اشتراک میذارم. فشار داخل چشم فشاری که در اثر تولید مایع زلالیه و تونیسیته عضلات خارجی چشم ایجاد میشه و مقدار متوسط اون 15 میلیمتر جیوه هستش. زمانی که فشار چشم از 21 میلیمتر جیوه بالاتر بره، نیروی در داخل چشم ایجاد میشه که میتونه به اعصاب بینایی آسیب برسونه. یکی از داروهایی که برای کاهش فشار چشم استفاده میشه اسیتازولامیده. اسیتازولامید یک دیوریتیک مهار کننده آنزیم کربونیک انهیدرازه که باعث کاهش فشار داخلی چشم میشه. از طرفی با مهار مسیرهای عصبی خاص در مغز در درمان تشنج به صورت کمکی مورد استفاده قرار میگیره. اسیتازولامید همچنین به عنوان یک ادرار آور در افرادی که مبتلا به نارسایی احتقانی قلبی هستند و برای کاهش تجمع مایعات در بدن مورد استفاده قرار میگیره. این دارو همچنین در درمان یا جلوگیری از بیماری‌های ارتفاع هم استفاده میشه. موارد مصرف اسیتازولامید در موارد گوناگونی مثل تشنج، ادم ناشی از نارسایی احتقانی قلبی، گلوکوم زاویه باز، آماده سازی برای جراحی گلوکوم زاویه بسته و بیماری حاد ارتفاع که برای افرادی که کوهنوردی میکنن از این دارو استفاده میشه. اشکال دارویی این دارو به صورت قرص‌های 125 میلی گرم، 250 میلی گرم، کپسول های پیوسته رهش 500 میلی گرم و ویال های حاوی 500 میلی گرم پود برای تزریق تولید میشه. مقدار مصرف داروی اسیتازولامید معمولا به صورت قرص های خوراکی برای 1 تا 4 بار در روز یا کپسول پیوسته رهش برای 1 تا 2 بار در روز مصرف میشه. در کاهش فشار داخل چشم روزانه 250 میلی گرم تا 1000 میلی گرم به صورت دوز منقسم استفاده میشه. در نارسایی احتقانی قلبی معمولاً هر 12 ساعت یک قرص 250 میلی گرم مصرف میشه و در کنترل تشنج باید به ازای هر کیلوگرم از وزن بیمار روزانه 8 تا 30 میلی گرم از این دارو مصرف بشه. توصیه های مصرف این دارو معمولاً برای مدت طولانی تجویز نمیشه، چون این دارو ممکنه سبب خواب‌آلودگی، سرگیجه، منگی و خستگی بشه. در رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارن باید احتیاط بشه. مصرف این دارو میتونه سبب افزایش قند خون بشه. اسیتازولامید ممکنه همراه با غذا یا بدون غذا مصرف بشه و باید همراه با اون مایعات زیادی نوشیده بشه. اسیتازولامید به دلیل تاثیرات دیوریتیک بهتره که صبح‌ها مصرف بشه. در طول دوره درمان با اسیتازولامید مردمک چشم‌ها باید از نظر گشادی و واکنش به نور مورد بررسی قرار بگیرن. در صورت مصرف دوز بالای آسپرین همراه با اسیتازولامید ممکنه که بی‌اشتهایی عصبی، کندی تنفس، خستگی و حتی کما بروز پیدا بکنه. مصرف اسیتازولامید شما را مستعد آفتاب سوختگی میکنه، بنابراین در طول دوره درمان با اسیتازولامید از ضد آفتاب های مناسب استفاده کنید. عوارض جانبی ناراحتی معده، استفراغ، از دست دادن اشتها، تاری دید، خشکی دهان، خواب‌آلودگی، تشنگی و دفع ادرار زیاد و احساس زنگ در گوش از عوارضی هستش که ممکنه بعد از مصرف اسیتازولامید برای مصرف کننده اتفاق بیفته. تداخل‌های دارویی باربیتوریت‌ها، لیتیوم، آسپیرین و داروهای آنتی‌کولینرژیک و ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای با داروی اسیتازولامید تداخل دارویی دارند. این دارو در گروه C بارداری قرار داره و فقط باید با تجویز پزشک مورد استفاده قرار بگیره. مصرف این دارو در دوران بارداری و در دوران شیردهی توصیه نمیشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اینجا براتون یک ویدیو پیشنهادی گذاشتم و اگه سوالی در مورد این دارو یا داروهای دیگه داشتید اینجا کامنت بکنید، من در اسرع وقت بهش جواب میدم.